به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. طالبان اعلام کردند که مجاهدین بی سرنوشت را استخدام و تعیین بازخوان کرد. رسانه های نزدیک به طالبان گزارش دادند که کمیسیون تشکیلات و معاشات طالبان خواستار جذب مجاهدین بی سرنوشت در وزارت دفاع این گروه شدند. این تصمیم در جلسه بر ریاست عبدالسلام عنفی معاون ریاست الوزراء گرفته شده است. در گزارش طالبان اما درباره تعداد مجاهدین بی سرنوشت اشاره نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان این گروه اعلام کردن که ارتش جدید 110,000 نفری ایجاد می کند. این گروه به سرعت در پی آموزش جنگجویانش در قالب ارتش جدید خود است و پس از چند روزی از فراغت گروه از افراد آموزش دیده خود خبر می دهد. زندانیان بریتانیایی در کابل با خانواده های خود صحبت کردند. 3 تن از ادبای بریتانیایی که توسط طالبان بازداشت شدند و اکنون در زندان های این گروه به سر می برند با خانواده های خود صحبت کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد که این 3 تبعه بریتانیا موفق به صحبت با خانواده های خود شدند. در این حال وزارت خارجه بریتانیا نیز با نشر خبرنامه گفته است که ما سخت کار میکنیم تا با شهروندان بریتانیایی که در افغانستان بازداشت شدند تماس بگیریم. ما از خانواده های آنها حمایت میکنیم. سرانجام خبر خوش برای تمام ملت افغانستان. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم سریلانکا قهرمان مسابقات دو جانبه شد. این در حالی است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی قبلی نیز سریلانکا را شکست داده بود. به این ترتیب تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان موفق شد که برای دومین بار متوالی حریف خود را شکست دهد. این مسابقه در امارات متحده عربی میان دو کشور برگزار شد که در نخست تیم سریلانکا توپ زنی کرد و در 36.5 آور با از دست دادن همه وکت هایش 162 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغانستان هدف تعیین شده را در 32.3 دوش تکمیل کردند و برنده این مسابقات شناخته شدند. برای افغانستان در بخش توپ اندازی فریدون دولتزی و کامران هوتک هر کدام 3 دوش به دست آوردند. یما عرب 2 و به همین ترتیب خلیل احمد و محمد هارون خان هر کدام تنها 1 دوش به دست آوردند. ولی در بخش توپ زنی نومانچا آقا از 68 توپ توانست که 72 دوش بگیرد و نقش تعیین کننده در پیروزی دوم افغانستان ایفا کند. وقوع انفجار مرگبار در روسیه ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. منابع رسانه‌ای از وقوع انفجار در یک کافه در روسیه خبر داده می‌گویند که این رویداد دست کم 20 تن کشته و زخمی داشته است. بر بنیاد گزارش‌ها شامگاه یکشنبه بر اثر انفجار در یک کافه در روسیه یک وبلاگ نویس نظامی این کشور کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله روسیه با نشر بیانیه گفته است که این انفجار در یک قهوه خانه واقع در شهر سن پترزبورگ رخ داده است. و در پایان خبرهای زدنخیز در مورد سقوط شهر باخموت اوکراین. رئیس شرکت نظامی خصوصی واگنر روسیه دوشنبه مدعی شد که شهر باخموت در شرق اوکراین را از لحاظ قانونی تصرف کرده و گفت که واحدهای وی ساختمان اصلی مدیریت شهری را تصرف کردند. به نقل از فرانس 24 یوگنی پروژین رئیس گروه واگنر روسیه گفت که نیروهایش پرچم روسیه را بر فراز ساختمان اداری شهر باخموت در اوکراین برافراشته است. پروگوژین در پیام صوتی که توسط سرویس مطبوعاتی وی در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام منتشر شد گفت از نظر قانونی باخموت گرفته شده است. دشمن در مناطق غربی متمرکز شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.